در اتفاقات سال 88 برخلاف روال معمول نهادهای انتظامی و امنیتی در جهان، رهبر انقلاب هر اقدامی را که به نوعی باعث بی‌عدالتی و ظلم به افراد بود، خلاف شرع دانسته و با آن مخالفت کردند. هرچند در مرحله اجرا برخی خطاها در گوشه و کنار مشاهده شد، اما یکی از عوامل اصلی بازگشت آرامش به کشور را باید این دانست که بنای نظام همواره امنیت همراه عدالت بود است. در دوران فتنه و طبق رویه متداول، نهادهای امنیتی مجبور بودند بر اساس شواهد اطلاعاتی عده‌ای از متخلفین و مظنونین را برای پیگیری و بررسی بیشتر دستگیر کنند. رهبر انقلاب بعد از اطلاع از این تصمیم در چند مرحله تأکید کردند که باید مشخص شود به چه دلیل و استنادی می‌خواهند افراد را دستگیر کنند. ایشان به صراحت گفتند اگر مستندات متقن و قانونی وجود دارد اشکالی ندارد، ولی بر اساس ظن و گمان نباید کسی دستگیر شود. در حوادث روز عاشورا و اهانت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام و ایجاد ناامنی در آن روز، عده‌ای دستگیر شدند. موضوع بحث در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این بود که از طرفی 22 بهمن در پیش است و اگر بازداشت شدگان آزاد شوند، احتمال ایجاد ناامنی و اقدامات مخرب در روز راهپیمایی زیاد است. بنابراین لازم بود این افراد تا بعد از راهپیمایی در بازداشت بمانند. از طرف دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی اطمینان داشتند بخشی از دستگیر شدگان مجرمند، اما تا قبل از تکمیل تحقیقات معلوم نبود که هر یک از این افراد تا چه حد مجرمند. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مسئله را با آقای حجازی از اعضای دفتر رهبر انقلاب مطرح کرد. آقای حجازی موضوع را با رهبر انقلاب در میان گذاشت. پاسخ ایشان خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی این چنین بود: اگر شما احتمال می‌دهید حتی یکی از این افراد هم بی‌گناه است، همه‌شان را آزاد کنید.